کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون همراه ما هستند. جناب متین، وقتتون بخیر. پیش از اون که به توافقات احتمالی مذاکرات پاریس بپردازیم، کوتاه بگم همین الان اعتراضاتی علیه نتانیاهو در تل آویو در جریان و ما حین صحبت‌های شما تصاویر زنده اون رو با هم می‌بینیم. اما خبرهایی که تاکنون منتشر، البته هنوز از سوی اسرائیل تایید نشده، تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی و 6 هفته آتش بس. اگه این موضوع مورد تایید نهایی قرار بگیره، چه اندازه خواسته طرفین در اون تامین شده و چقدر عقب نشینی محسوب میشه؟ بله، میدونید در دورهای قبلی مذاکرات آتش بس مشکل اصلی این بود که حماس میخواست آزادی تمامی گروگان‌ها رو منوط میکنه به خروج ارتش اسرائیل از غزه و پایان جنگ. از اون طرف اسرائیل که هدف اعلام شدهش نابودی حماس هست، نمیخواست که هیچ توافق آتش بسی دست این کشور رو در به اصطلاح پایان این عملیات به منظور نابودی حماس ببنده. از این رو فاصله دو طرف دور بود از همدیگر در مورد آتش بس. ولی در این دور اخیر به نظر میرسه به یک راه حل میانه رسیدن، یعنی که حماس همه گروگان‌ها رو آزاد نکنه تا بتونه برگ بازی داشته باشه در دورهای بعدی مذاکرات. از اون طرف اسرائیل هم از زیر فشار هم ایالات متحده که اصرار کرده در مورد آتش بس و هم در داخل اسرائیل، همچنان که شما میگید همین الان تظاهرات هست علیه آقای نتانیاهو، هم خانواده‌های این گروگان‌ها و بخشی از مردم اسرائیل خب حامی این ایده بودن که باید نجات گروگان‌ها اولویت داشته باشه بر اهداف جنگی دیگه. به این ترتیب خب دولت اسرائیل تونسته به نوعی هر دو طرف رو راضی نگه داره بدون اینکه دست خودش رو برای عملیات‌های بعدی بعد از این 6 هفته ببنده. از اون طرف حماس هم خب 1-6 هفته‌ای فضای تنفس خواهد داشت، کمک‌های انسان دوستانه به غزه احتمالاً بیشتر خواهد بود و میتونه کمی خودش رو بازارایی بکنه و در این فاصله ممکنه طرف‌های ذی‌نفع بتونن خطوط کلی یک توافق پایدارتر و درازمدت‌تر رو تدوین بکنن که هر دو طرف بتونن باهاش موافقت بکنن. سپاس از شما کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون.